درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه ششم فروردین ماه، شاخص کل 77 مثبت و این بار شاخص کل هموزن با عملکردی بهتر نسبت به شاخص کل 1.18% مثبت را تجربه کردن. البته روند صعودی شاخص کل همونجوری که مشاهده میکنید ادامه داره، روند صعودی که منشأش از تقریبا میشه گفت نهم اسفند ماه 1402 شروع شده. البته در نیمه اسفند به اصطلاح ما وارد یک فاز اصلاحی شدیم که بیشتر از جنس زمانی بود و خوشبختانه خیلی از نظر قیمت پایین نیومد. از 27 اسفند مجدداً شاهد 4 تا کندل سبز خوب هستیم که خب البته آمار دیروز از امروز خیلی بهتر هستند، ولی در هر حال فعلا برای ما حفظ روند صعودیه تا آمار. یعنی حالا یه مقداری اگر روند صعودی حفظ بشه قطعا ارزش معاملات بیشتر میشه و اون موقع آمار بهتری را مشاهده خواهیم کرد. همچنین نکته مهم اینه که ما دو تا مقاومت داریم سر راهمون که حالا یه مقاومت 2,347,000 دیده میشه که خیلی شاید مهم نباشه، به خاطر اینکه اگر معاملات کم بیشتر بشه و روند سالهای گذشته رو بخوایم در شاخص کل ببینیم که معمولا ابتدای سال حرکت‌های صعودی خوبی رو میزنه، مانند سال قبل نگاه کنیم، سال قبل از 24 اسفند، 27 اسفند، 28 اسفند و فروردین چجوری بالا اومد، اگه به همین شیوه بخواد بالا بیاد اون موقع این مقاومت خیلی برای ما نبایستی سخت باشه و احتمال رد شدنش تا گیر کردن خیلی بیشتره فعلا. و فقط همین مقاومتی که اینجا میبینید، یعنی 2,550,000 که در اردیبهشت ماه شاخص کل به خودش دید، میشه گفت فعلا مقاومت اصلی ما هستش که اگر این رو هم بتونه رد بکنه که من فکر کنم باید به روند دو سه هفته آینده باز یه نگاهی بکنیم، اگر خیلی قدرتمند باشه احتمال رد شدن این مقاومت هم وجود داره، ولی خب اگر آمارمون تا اون موقع رو به رشد نباشه احتمال داره که به این مقاومت یه مقداری گیر کنیم و اذیت بکنه. در حال شاخص کل هموزن رو هم مشاهده میکنید که شاخص هموزن الان به یک به اصطلاح مقاومت رسیده و اگر که این مقاومت رو هم رد بکنه که احتمال رد کردنش خیلی زیاده چون شاخص کل رد کرده، نمادهای کوچکتر یه مقداری عقب افتادن توی این چند وقت، به نوعی میشه گفت شاخص سازها حرکتشون رو به خوبی آغاز کردن، ولی امروز وضعیت نمادهای کوچکتر هم یه مقداری بهتر از قبل بود و همونجوری که دیدین شاخص هموزن رشد بیشتری رو نسبت به شاخص کل تجربه کرد. این هم نقشه پایانیه. مجدداً میبینید که بانکی‌ها اوضاع خوبی رو امروز نداشتند و دلیلش هم در برنامه دیروز با هم دیگه مرور کردیم که خب عدم اعلام نرخ تسعیر بانک‌ها از سمت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم این جریان هستش و میبینید که پتروشیمی‌ها تقریباً نسبت به بقیه گروه ها خوب راه افتادن و نمادهای سبز کوچیک کوچیک توشون زیاده، یعنی میشه گفت اغلب نمادهاشون داره سبز میشه، مواد غذایی هم همینجور، همچنین فلزات اساسی. این سه تا گروه شامل نمادهای سبز کوچک زیاد هستند و یه جورایی کل گروهشون هم داره یه حرکتی را میزنه. سرمایه گذاری ها هم چند تا نماد خوب داخلشون دیده میشه، همچنین انبوه سازی ها خب میبینید که چند تا نمادشون سبز خوب خورده و اغلب نمادها حالا قرمز و خاکستری هستن. و خب در حال من فکر کنم نقشه دیروز و آمار دیروز خیلی بهتر از امروز بود، ولی باز هم باید صبر بکنیم چون بالاخره این ایام نوروز ایامیه که خیلی ها مسافرتن و هنوز میشه گفتش که کارابارا را نیفتاده که بتونیم روی بورس خیلی به صلاح
تمرکز داشته باشن. البته ببینید نمودار تحرک قیمتی امروز کار خودش رو خیلی خوب شروع کرد و سبزها با اقتدار بالا بودن. ابتدای بازار نسبتشون 614 به 147 ببینید اینجا بود، حتی اینجا بهتر هم شد، 618 یا 630 به 131 به دفع سبزها بود، ولی در نهایت از ساعت 10 صبح به اون طرف قرمزها بالا افتادند و در نهایت هم 437 به 364 به نفع قرمزها کار پایان یافت. سرانه خرید امروز همونجوری که مشاهده میکنید پایین تر از سرانه فروش بود و بالاخره یه سری هم شاید دارن سیو سود رو انجام میدن و یا بالاخره میخوان به بازار دیگری مهاجرت بکنن در حال حاضر، و همونجوری که میبینید توی این بازاری که مثبت هستش توی این چند روز هستن کسایی که دارن میفروشن. تعداد نمادهای مثبت رو هم میبینید که در کل بازار از منفی ها بالاتر بودیم، همچنین تعداد صفای خرید هم نسبت به صفای فروش خیلی خوب بود و 90 به 39. البته تعداد نمادهای مثبت و منفیمون دیروز خیلی بهتر از امروز بود و نکته خوب بازار امروز این بود که علارغم اینکه در اواسط بازار یعنی ساعت 10 به بعد خروج پول حقیقی را داشتیم از بازار، ولی از ساعت 11 و 10 دقیقه به این طرف ورود پول حقیقی به بازار شروع شد و تا ساعت 12:30 60 میلیارد تومان و تا ساعت تقریبا 2 هم همونجوری که مشاهده میکنید 118 میلیارد تومان به بازار تزریق شد، که خب البته نسبت به دیروز خیلی مبلغ کمتر هستش و تقریبا شاید یک سوم نصف شده نسبت به دیروز. همچنین درآمدهای صندوق های درآمد ثابت هم در ساعت 12:30 به اون طرف میبینید که یه مقدار پول واردشون شد و شاید خیلی ها بلا تکلیف یعنی پول ها رو خارج کرده بودن از صندوق های درآمد ثابت، ولی ترجیح دادن که امروز مجدداً صندوق ها رو بخرن و خریدی در بورس نداشتن. بیشتر مفهومش اینجوریه دیگه، حالا اینایی که امروز و دیروز خارج کرده بودن 12:30 به این طرف دوباره رفتن توی صندوق های درآمد ثابت و پولشون رو در بورس نیاوردن. شاید یکی از دلایلش بالاخره یه مقداری آمار ضعیف امروز نسبت به دیروز باشه. حالا در کل آمار امروز آمار خوبی بود اگه بخوایم نسبت به روزهای بد بورس بسنجیم، ولی اگه بخوایم نسبت به دیروز یا حتی دو سه روز قبل که به اصطلاح بورس خیلی خوب مثبت شد ببینیم، همچین آمار جالب نیست. سبزها کماکان در بالای قرمزها هستن، میبینید که بین 0 تا مثبت 3 بیشترین نماد رو داریم و همونجور که مشاهده میکنید از این لحاظ فعلا مشکلی وجود نداره. البته امروز یه مقداری 0 تا 1 منفی هم خودش رو نزدیک کرد و رسوند به سبزهای ما، 132 نماد در این قیمت قرار گرفتند. خب حجم معاملات خرد کماکان چنگی به دل نمیزنه و البته نسبت به دیروز فکر میکنم در عدد 2/3 امروز بهبود پیدا کرده، ولی تا این عدد به 10,000 میلیارد نرسه یه جورایی خیلی نمیتونیم توقع روزهای طلایی را داشته باشیم. منظور روزهای طلایی چیزیه که دیگه نگرانی تقریبا نداشته باشیم از بازگشت روند. همونجوری که میبینید امروز یه مقداری انتهای بازار شاید مثلا این نگرانی ایجاد شده باشه، ولی اگه ارزش معاملات خرد بالا میومد یه مقداری از این نگرانی ما قطعا کاسته میشد. تعداد نمادهایی که از مثبت به منفی اومدن رو ببینید، امروز 188 نماد هستند و از منفی مثبت رفته اون 22، دقیقا برعکس دیروز شد و تعداد از مثبت به منفی رفته هامون متاسفانه بیشتر شده. یه توضیح هم خدمت دوستان عزیز بگم که ما یک کانال سیگنال دهی ترید برای فارکس و ارزهای دیجیتال در تلگرام راه اندازی کردیم که یک ویدیوی من آماده کردم، توضیحات کامل را
در اون ویدیو دادم توی کانال دیگرم که میتونید از لینکی که این بالا براتون میذارم اون ویدیو رو هم مشاهده بکنید و اگه علاقمند بودید به اون کانال تلگرام بیاید، هر روز در خدمتتون هستیم و امروز هم در حال از صبح تا حالا شروع کردیم به سیگنال ها. البته حتما خاطرتون باشه که حد ضرر و زمانهایی که اعلام میشه ریسک فری بکنید، این کار رو هم بایستی حتما انجام بدید. نمادهای خودرو، کیسون، شتاب، هشکوه و شبهرن پذیرای بیشترین پول حقیقی بودن امروز و نمادهای جهش، بهینرو، کرومیت و سفار ساخه گستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. همچنین گروه صندوق‌ها، نفتی، رایانه، حمل و نقل و فلزات اساسی بیشترین پول حقیقی را جذب کردند و بانکی‌ها، چند رشته صنعتی محصولات غذایی، کانهای فلزی بیشترین پول حقیقی را امروز خروج کرد ازشون. بانکی‌ها به خاطر هم موضوع دیروز تا حالا در صدر این به اصطلاح جدول فعلا قرار گرفتند. دلار جهانی امروز در بازارهای آسیا و اروپا فعلا کندلش قرمز هست و همونجوری که مشاهده میکنید تا عدد 104,319,000 پایین اومده، در حالی که این عدد ابتدای بازار 104,460 بوده و حالا منتظر هستیم تا یه رو 20 دقیقه دیگه بازارهای آمریکا باز بشه ببینیم که آیا باعث تقویت دلار خواهد شد یا نه. خب همین قضیه باعث روند سعودی در قیمت طلا شده تا الان، البته ابتدای بازار یه مقدار پایین اومد به نحوی که روند سعودیش کلن شکسته شد، خط روندش الان زیر خط روند سعودی داره حرکت میکنه و اگر بازار آمریکا یه مقداری مثبت بشه، دلار رو برگردونده به سمت بالا، موقع انتظار داریم که طلا که زیر خط روند سعودی افتاده به سمت پایین‌تر حرکت کنه. بیت کوین در حال حاضر 66,904 قیمتش هست و خب اگر که دلار سعودی بشه احتمال داره که بیت کوین هم مانند طلا به سمت پایین حرکت بکنه، در حال حمایت مهم ما کماکان در همون عدد 60,700 تا 61,200 دیده میشه که اگر به اینجا رسید میشه برای یک پله ورود اقدام کرد. دلار در بازار آزاد 61,600 و هر تتر هم یه مقدار نسبت به دیروز اومده پایین، 61,900 دیده میشه. قیمت ریالی بیت کوین هم کماکان بالای 4,149,979,000 تومان، 150 میلیون بهتره بگیم که هست. خب بریم سراغ فیلترهای امروز و ببینیم آمار اینجا چگونه هستش. الگو ساعتی ها رو میبینید که تعدادشون امروز 10 نماده و خب نسبت به دیروز کاهش محسوسی را میبینیم این توی این فیلتر هم. برخلاف الگوی ساعت 2 نماد امروز داشتیم، تنها 4 نماد الگوی پوشهای سعودی دارند و 36 نماد پوشهای نزولی به خودشون امروز گرفتن متاسفانه که مشاهده میکنید این فیلترمون آمارش مقداری رفت بالا. الگوی ستاره صبحگاهی نداشتیم، الگوی سکلاق سیاه نداریم، یعنی صفر شد نماد سکلاق سیاه و هیچ نمادی نیستش که سکندل قرمز متوالی داشته باشه، ولی سرباز سفید هامون هم جوری امروز متوقف شدن، اینهایی که دیروز تعدادشون خیلی خوب شده بود امروز به 8 نماد کاهش پیدا کرد و تنها 8 نماد هستن که فعلا سکندل سبز متوالی یا بیشتر را به خودشون دیدن و اغلب نمادهایی که، یعنی تمام نمادهایی که دیروز توی این فیلتر بودن امروز کندلشون قطعا قرمز شده. تعداد 20 نماد نسبت به حجم 20 روزه اخیرشون با معاملات بالایی روبرو بودن و 4 برابر بیشتر حج خوردن که لیستشون رو میبینید اینجا. کف قیمت و مثبت 5 کندل مثبت 5 فقط 2 نماد دیده میشه. کف قیمت و حجم مشکوک 18 نماد داریم، 4 تا توی فلزات اساسی مشاهده میکنید و بقیه گروه ها یه دونه دو نمادی هستن غیر از سیمانی ها که اونها هم
4 نماد را توی این فیلتر دارند. و در نهایت فیلتر کف قیمت کندل مثبت 2 خریدار حجم هم تنها 4 نماد رو نشون میده و امروز متاسفانه افت محسوسی را در فیلترهامون هم داریم. غیر از آمار امیدوارم که حالا روزهای آینده حداقل روند صعودی ادامه داشته باشه تا آمار هم در روزهای آینده کمی برگرده، فعلا که وضعیت شاخص کل و همچنین شاخص کل هموزن از نظر نموداری مشکلی نداره و کندلشون صعودی هستش و RSI هم فعلا به سمت بالا حرکت میکنه و بازگشتی رو به پایین نداشته، البته حالا در محدوده کمریز قرار نداره و قطعا زمانی که RSI اینجا بود بهترین موقع خرید بود که برمیگرده به همون اوائل اسفند ماه. اما خب میتونه RSI مانند سال گذشته یه همچین حرکتی را هم داشته باشه و اگر مدتی این بالا باقی بمونه میبینید که چه اتفاقی برای قیمت افتاد. فعلا که از نظر نموداری مشکلی نداریم، فقط این مقدار آمار و فیلترهامون نسبت به دیروز ضعیف‌تر هستن، نه کلن هم نمیشه گفت ضعیف. ممنونم که توجه کردید، منتظر نظرات خوبتون در ارتباط با این برنامه هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.